بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. در ادامه گفتگوهای تلویزیون برابری با صاحب نظران و فعالین سیاسی مختلف پیرامون بحران عراق و موج از تهجر و تبهشی که این کشور رو فرا گرفته و نیز نقش نیروهای وسیع منطقه‌ای و بین‌المللی در این جنگ که برخی اون رو نوعی جنگ نیابتی هم میدونن، میریم سراغ یکی دیگر از فعالین سیاسی، رفیق مراد شیرین. رفیق مراد شیرین از فعالین گرایش مارکسیست‌های انقلابی ایران هست، با شبکه همبستگی با کارگران ایران و همچنین کارزار کارگران ایران تنها نیستن هم همکاری دارد. رفیق مراد شیرین عزیز، من بهت خوش آمد میگم از اینکه با بینندگان تلویزیون برابری همراه هستین. نخستین پرسشم رو اینجوری مطرح میکنم که از دید شما چه عوامل باعث عروج داعش شده و بحران فعلی تمام عیار عراق محصول نتایج چه نوع سیاست های داخلی، منطقی و بین المللی است؟ خب سلام بر بینندگان تلویزیون برابری. من در مورد سوال اول شما باید بگم که در اصل مسئله ای که امروز ما در عراق میبینیم ریشه اون به سیاست های امپریالیسم در حدود 100 سال پیش برمیگرده. یعنی چیزی که ما دیدیم این بود که زمانی که جنگ جهانی اول امپریالیستی داشت صورت میگرفت، هنوز جنگ تموم نشده بود، در نوامبر 1915 زمانی که هزاران هزار کارگر در اروپا داشتن جان خودشون از دست میدادن تا بورژوازی خودشون رو تقویت بدن، تا در اینکه مستعمراتشون رو گسترش بدن، در حین این و زمانی که امپریالیستا به خصوص امپریالیسم بریتانیا داشت قول میداد به عرب که یک دولت مستقل خودشون رو خواهند داشت بعد از این جنگ، دیدیم که در نوامبر 1915 یه آقای به اسم سایکس و یه آقای به اسم پیکو اینا جمع شدن و یه سری مذاکراتی شروع شد و در می 1916 این رو امضا کردن. یه توافق نامه‌ای بود به اسم سایکس پیکو معروف شده که در اون تقسیم کردن و اگر هم به نقشه نگاه بکنید خط مستقیمی از وسط انواع اقسام ملیت ها و غیره داره همه جا رو تقسیم میکنه. عراق در چندین کشور تقسیم کردن، یعنی در اون مقطع البته به عنوان کشور نبودن، به مناطقی که توشون در دست این یا فرانسه بود یا انگلستان بود تقسیم کردن و به کردها هم هیچ چیزی نرسید و الان چیزی که عراق به عنوان عراق ما میبینیم در اصل بین النهرین بود که در دست در تحت نفوذ انگلیس بود. بعدم که خب به این نوع کشورها که مستقل شدند در مورد عراق تحت نفوذ خب کشورهای مختلف بودند، فرانسه، انگلیس، هم وقتا کشورها و اینها همه در تداوم دیکتاتوری که در این کشورها همیشه کمک کردند، از همه لحاظ کمک کردند که در این کشورها هیچ وقت دموکراسی به وجود نیاد و بعدم هر وقت که یک فردی که ساخته و پرداخته خودشون مثل صدام یکم زیاد سرکشی میکرد که خانه یا سرنگونیشون میشدن یا به یه نحوی محدود میکردن وضعیت این که میتونه در منطقه داشته باشه یا در خود کشور. خب حالا این رو که نگاه میکنیم میبینیم که یعنی کل این که چیزی به عنوان عراق الان وجود داره بر اساس سیاست های امپریالیسم و الان هم هستند در هم بین واسم نظرمندان امپریالیستی و حتی افرادی مثل ولید جنبلت در لبنان که میگن این دیگه سایکس پیکو دیگه به آخر کارایش رسیده، دیگه زمان این رسیده که این مرزها رو مثل بازبینی بکنیم، دوباره از اول شروع کنیم و این در اصل داعش کاری که میکنه به نحو بسیار ارتجایی داره سعی میکنه این مرزها رو زیر سوال ببره و دیدیم که با بولدوزر این خطی که هست یه سنگچینی هست بین عراق و سوریه رو با بولدوزر داغون کردن چند وقت پیش و اونم از طریق مثل خط بینش ارتجایی دارن اینو میخوان از بین ببرن، این مرزهای مصنوعی، مرزهایی که
از طرف امپریالیسم روی این مناطق، روی مردم اونجا، روی توده های زحمت کش اونجا تحمیل شده. حالا مسئله این است که خب درسته این مرزها مرزهای مصنوعی هستن، ولی خب طریق این که اینا رو زیاد سوال بیاریم از طریق مبارزات طبقه کارگر باشه، مبارزات توده های تحت ستم و استثمار منطقه باشه و نه این برنامه جدیدی از طرف این یا اون امپریز یا نیروهای محلی که حالا بر اساس یه سری توافق ها میخوان برنامه جدیدی رو چیز بکنن برای خودشون پیاده بکنن در منطقه. حالا این یعنی اساس تاریخی این مسئله هست دیگه. و خب دیدیم که مثلا در اسفند 1381 وقت که عراق به ایران حمله کرد، امپریزم طرفدار به طور کلی در طرفدار عراق بود. بعد صدام رفت کویت رو گرفت در مرداد 1369، اینها اومدن از اونجا بیرونش رهاندن، ولی تا جایی که این بتونه یک دولتی رو اونجا بتونن تداوم بدن اینو گذاشتن بمونه دیگه. در اصل یه دولتی گذاشتن که بتونه مردم عراق رو سرکوب بکنه دیگه، در این حالت بمونه. و دیدیم هم که این ساختاری که بعد از این که بعد از حمله اسفند 1881 صورت گرفت، یعنی از طرف امپریزم و اشغال عراق، کل این رژیم بعثی داغون شد. چیزی که اونجا گذاشتند بعد از مدتی یک دولتی است که خب اساسی در جامعه به اون صورت یعنی باثبات نیست. و در این حال هم خب نیروهای منطقه مثل رژیم ایران خواهان دخالت بودن، دخالت کلی کردن. رژیم های مثل عربستان و شیخ نخشینای خلیج کلی از لحاظ مالی به انواقسم شورشی های سنی کمک کردن و دیدیم که اینها هر کدوم بر اساس برنامه خودشون و نیازهای خودشون دخالت کردن در این وضعیت. خب این میبینیم که در این رقابت به اصطلاح منطقه‌ای بین در اصل رژیم ایران و عربستان که خب عربستان به طور غیر مستقیم سیاست امپریزم تا حد زیادی داره اعمال میکنه، این وضعیت رو پیش اومده که خب خیلی ها هر نیرویی که ارتجایی هست ولی خب مخالف شیعه هست رو تقویت کردن. و حتی مثلا یکی دو روز پیش در یک نشریه سعودی به اسم الشرق الوسط یک مقاله بود که در اون گفتن که نوری المالکی از این داعش و القاعده هم بدتر هست و این سیاستی هست که اینا دنبالش هستن و خواهان یک تغییر هستن در این وضعیت. مراد عزیز، ما میدونیم که این همچنان که مثلا جنگ داخلی افغانستان در دوره جنگ سرد موجبات رشد موجبات شکل‌گیری و رشد القاعده و طالبان را فراهم کرد، عروج داعش هم محصول هم اشغال عراق توسط امریکا و متحدینش و هم محصول بحران و جنگ داخلی در سوریه است که کمک کرده داعش رشد بکنه. ولی پیشروی سهل الوصول داعش، این که مثلا میاد دومی شهر موسیر رو با حدود 2000 نیروی نظامی فتح میکنه در شرایطی که بیش از 50000 نیروی ارتش عراق اونجا حضور داشتن، و فتح پشت سر هم شهرها نمیتونه به تنهایی بذاریم اینکه مثلا خود داعش این کار رو کرده. یک بستر وجود داره در عراق که باعث شده داعش بتونه پیشروی بکنه. بعضیا مثلا سران قبایل عشایر، من نمیدونم بقایای بعثی ها و همچنین اون نارضایتی گسترده اقلیت سنی عرب در عراق رو مثلا دلیل این مسئله میدونن. دیدگاه شما چیه؟
و همچنین نقشی که نیروهای منطقه‌ای به ویژه همسایگان ترکیه، رژیم اسلامی ایران، به نقش عربستان مقدار اشاره کردید اینا. بله، یعنی این درست است که تا البته الان چیزی که اتفاق افتاده همین میخوان این به اصطلاح بگن که خودشون نبودن، مثلا تونی بلر نمیدونم که نخست وزیر انگلیس بود در زمان حمله به عراق، یا دیک چینی که معاون رئیس جمهوری در آمریکا بود، و اما اقسام افراد الان اومدن میگن که این وضعیتی که الان در عراق هست تقصیر ما نیست، در اصل کار المالکی است، چون که یک رژیمی است بسیار فرقه گرایانه و کاری که کرده این است که به طور سیستماتیک تمام افرادی که سنی هستن یا کرد هستن از توی ارتش و نهادهای دیگر دولتی اینا رو امر بیرون انداخته و افرادی که به اصطلاح به خودش متوسل هستن یا به خودش وفادار هستن رو فقط گذاشته اونجا بودن. این تا حد زیادی درسته، ولی اساس مسئله فقط این نیست. یعنی چیزی که اتفاق افتاده به طور سیستماتیک، ما دیدیم که عربستان شروع کرده و جاهای مثل قطر که اینا خب کلی امکانات مالی دارن، اینا به طور سیستماتیک کمک کردن به شورشگران سنی در زمانی که عراق تحت تصرف آمریکا بود، چون که از اون طرف خب رژیم ایران داشت اثرات خودش رو روی شیعه ها میگذاشت دیگه. حالا به اضافه این مسئله که پیش اومده در دو سه سال اخیر، مسئله جنگ داخل سوریه بوده که خب رژیم ایران تا خرخره درگیر این بوده و همین که رژیم اسد تونسته اخیراً در چند ماه اخیر از این، یعنی خطر این بود که کاملا بتونن شکستش بدن این شورشگران، اتفاقی که افتاده این است که تونستن این وضعیت رو کاملا تحول بدن و الان تا حدی میشه گفت که رژیم اسد دست بالا رو داره در این جنگ داخلی سوریه، و این یکی از دلایلی که اینها اومدن داعش اومد تمرکز بیشتر الان توی عراق گذاشت این است که در اونجا یکم وضعشون تنگتر شده، و خود این جریان جنگ داخلی سوریه به این منجر شده که خب باز کلی کمک های از لحاظ تعلیم شورشگران، از لحاظ اینکه حتی بگذارن کلی افراد از کشورهای مختلف، مثلا 400-500 نفر از اروپا اومدن، یا انگلیس تا به انگلیس یا فرانسه اینجور جا هستند، حدود 1000 از چچن اومدن به اینجا و انواع اقسام کشورهای دیگه هم از کشورهای دیگه هم اومدن، و این نیرویی که هست کلی توش افرادی هستن که عراقی نیستن یا از سوریه نیستن. در ضمن ما دیدیم که خب این امکانات مالی و تعلیمات و نمیدونم که مثلا در ترکیه اردوگاه به اصطلاح تعلیم این افراد بود، نمیدونم از قطر و اینجور جاها کلی امکانات مالی بوده، اینا همه اینا رو ساختن و پرداختن و خب این نیروها خب کلی توشون به اصطلاح سرمایه گذاری میشه گفت کردن، و آمریکا هم خب از اون پشت بوده دیگه. حالا در این بین خب این وضعیت حکومت المالکی جوری بود که خب خیلی از سنی ها خب معترضن به این وضعیت، که مثلا یک تظاهراتی بوده که تو این تظاهرات 50 نفر رو گل باران کردن و کشتن. خب این البته یک مثال فقط، این وضعیت خب معلومه که افراد معترض رو ایجاد میکنه و این سنی های متفاوت که یک زمانی کمک کردن که آمریکا این شورشیان القاعده و مانندشون رو شکست بدن که به اسم بیداری میگن، این طایفه ها همه اومدن این طرف الان، برای اینکه خب آمریکایی رفتن و اون مثل کمک هایی که مالی و غیره که از آمریکا میگرفتن که بر علیه القاعده و امثالش به جنگن دیگه نیست، به اضافه این تازه وضعشون بدتر هم شده و اینا بخشن کمک کردن به این داعش. همچنین عناصری از ارتش بعثی صدام حتی میگن که عزت
الدوری که معاون صدام بود دیده شده در این عملیات و غیره، که نشون میده که خب باز بخشی از بازمانده های رژیم صدام معترضن بر این و حاضر هستن که با این داعش همکاری کنن. خب از اون طرف رفیق مراد حالا این بحران عراق دلایلشون رو توضیح دادید که به چه وضعیتیه. خب حالا شما به مصابه یه فعال کمونیست، درست؟ ما میدونیم که در عراق خب یک سری جریانات چپ وجود داره، مثل حزب شیوعی یا همون حزب به اصطلاح کمونیست عراق که برادر حزب توده ایران هست، که اصلا رسما ائتلاف کرده با دولت مالکی و رسما بیانیه هم که داده گفته که ما در کنار دولت مالکی بر علیه به اصطلاح داعش میجنگیم. جریانات کوچکتره، ولی اتحادیه‌های کارگری عراق که اتحادیه‌های قدرتمندی هم هستن، در بیانیه که دادن با همه جریانات قوم‌پرست و مذهبی از همه جناح‌ها مرزبندی کردن. در کردستان عراق ما یک سری جریانات چپ انقلابی داریم که البته خب قدرتشون به اندازه اون سه حزب اصلی، حزب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی و حزب گوران نیست، ولی در خود اون منطقه اقلیم کردستان میتونن به اصطلاح فعالیت‌هایی رو انجام بدن. ولی این چپ انقلابی در خود سایر مناطق عراق وزن چندانی نداره. حالا شما به مصابه یک کمونیست که با قوم پرستی، با بنیادگرایی مذهبی، با نظام سرمایه‌داری، با دخالت امپریالیسم، با دخالت رژیم‌های ارتجایی منطقه مرزبندی دارید، راه حل بحران عراق رو چی میدونید؟ بعضیا میگن هیچ راه دیگری جز وجود نداره جز تقسیم عراق به سه منطقه سنی، شیعه و اقلیم کردستان. همونطور که در بخش اول گفتم، یعنی اگر به تاریخچه مسائل عراق نگاه بکنیم، میبینیم که عراق یک پدیده ای است که به دست امپریزم ایجاد شده و کل مشکلاتی هم که داره ریشش در این نهفته، که یه چیزی به عنوان بین النهرین جدا کردن از بقیه سرزمین های عرب و به کرده هم چیزی نرسید به عنوان دولت مستقل خودشون، و ریشه همین اونجا هست دیگه. حالا اینکه تقسیم بشن و کردها واسه خودشون جدا برن، یا نمیدونم سنی های یک دولتی داشت و شیعه ها واسه خود، این به نظرم مسئله رو حل نمیکنه. اینها همه دولت های ضعیفی خواهند بود که باز بیشتر تا شاید حتی حالت دست امپریز خواهد بود. مسئله عراق تنها راه حل شدنش باز بر اساس یک خیزش بین‌المللی، خیزش فرای مرزهای تحمیلی، فرای مرزهای مصنوعی که در منطقه است، و طبقه کارگر عراق همراه با طبقه کارگر ایران، طبقه کارگر ترکیه، طبقه کارگر سوریه و غیره هست که میتونه این وضعیت رو تغییر بده. حالا در وضعیت کنونی خب درسته، این وضعیت چپ در منطقه ضعیف است و وضعیت چپ در کل جهان هم ضعیف است، ولی این باید چشم‌انداز ما باشه. ما صرف این که در این وضعیتی بدی هستیم نباید مقصد نهایی خودمون رو فراموش بکنیم و کم کم حتی اگر یک سانت هم باشه، این راه رو برای رسیدن به اون مقصد رو نباید ترک بکنیم. مسئله اصلی این است که ما باید نیروهای کارگری، نیروهای مستقل کارگری، نیروهای رادیکال در بین کردها، در بین شیعه ها، در بین سنی ها رو تقویت بدیم، و این هست راه حل مبارزه، و وصلادن اون به جنبش های مشابه اونها در ترکیه، ایران و غیره هست. خب رفیق مراد عزیز، اگر جنبندی میخواید از صحبتاتون ارائه بدید، نکته پایانی دارید، خوشحال میشین که بشنوید. اصل این مهم این است که با وجود اینکه این رژیم المالکی از طرف آمریکا پشتیبانی شده، مسئله این است که در حال حاضر آمریکا آنچنان راضی نیست از این وضعیت و به خصوص از مالکی، و مسئله بمباران هوایی از طریق پهپاد و غیره رو اینا فعلا گفتن نمیتونیم بکنیم چون که اطلاعات ندارن، در حالی که این به نظر من یک دروغ محض است. اینا اطلاعات کاملا در این مورد دارن. یک پهپاد میتونه
حدود 10 ساعت از روی منطقه پرواز کنه و مثلا ویدیو مستقیم برای کسانی که اینو کنترل بکنن بفرسته که اینا بدن داره چی میگذره. و سفارت عراق، سفارت آمریکا در عراق الان بزرگترین سفارت در کل جهان است. هیچ کشوری همچین سفارت نه، در اون بیش از 5,000 نفر دارن کار میکنن و اینها در از جاسوس و این نوع افراد هستن. و الان میشه گفت آمریکا تمام اطلاعاتی که نیاز داره برای این کار رو داره، ولی اینها اینو نگه میدارن که فعلا بتونن یک فشارهایی رو روی این رژیم المالکی بگذارن. و این مسئله که در خیلی از مطبوعات گفتن که یهویی ما دیدیم یک نیروی اومد و همه این جاها رو گرفت و اصلا اسمش رو نشنیده بودیم، در حالی که بیش از 6 ماه هست که فلوجه رو این عده گرفتن و خیلی از جاها در استان انبار رو گرفتن و اطلاعات کاملا دارن. در هر صورت اینا هم از دست خودشون بوده دیگه، اینا حالا تا حدی من غیر مستقیم ساخته و پرداخته امپریالیسم آمریکا هست و اینها خوب میدونن اینها کی هستن. و این به نظر من اجازه دادن به این که یک نیروی اینجوری بیاد اینجوری رشد بکنه و اینجوری بیاد کلی از یک کشور رو بگیره، به این نحوی ارتجاع رو در کل منطقه تقویت داده، به این نحوی فشار گذاشته بر انواع اقسام مبارزاتی که ما دیدیم در تونس و مصر و اینجور جاها 2-3 سال پیش، شورش هایی که مردم، قیام هایی که مردم این منطقه انجدانه، و این فشار میذاره روی اینها که خیلی این جنبش هایی که رادیکال بودن و امکانش بود که حالا خیلی بیشتر به طرف چپ حرکت کنن، یک فشاری باشه که حالا راست و ارتجاع رو در منطقه تقویت بکنن. و تنها راه این که این رو جلوگیری بکنیم این است که فرای این مرزها سعی بکنیم یک جبهه مستقل کارگری و تمام افرادی که میخوان مبارزه بکنن بر علیه سرمایه‌داری در منطقه رو تقویت بدیم. البته این نکته کلیدی رو که در پایان بحثتون مطرح کردید خیلی اهمیت داره. در واقع اکثریت مردم عراق و منطقه، کارگران و زحمتکشان، باید بدونن که چه دولت مالکی، چه داعش، چه نیروهای قوم‌پرست، مذهبی، بنیادگرا، چه کشورهای ارتجایی منطقه از رژیم اسلامی ایران گرفته تا ترکیه، تا عربستان، قطر، تا امپریالیسم جهانی به سرکردگی امریکا، تا خود نیروهایی که درگیر جنگ داخلی در سوریه هستند، نیروهای مذهبی، ائتلاف ملی، همه نیروهای معتقد به نظام سرمایه‌داری و معتقد به تداوم استثمار و بهره‌کشی و بیحقوقی کارگران و زحمتکشان هستند. مادام که کارگران و زحمتکشان در پیوند با بدیل سوسیالیستی، سکولار، آزادیخواه، برابری طلب نتونن همزمان با همه این جناهای ارتجایی داخلی، منطقی و بین‌المللی مرزبندی کنن و راه سومی رو که با هر نوع تبهش و تهجر مذهبی، با هر نوع نابرابری طبقاتی مرزبندی داره، باز نکنن، این بحران چه در عراق و چه در سایر کشورهای خاورمیانه تداوم خواهد داشت. به امید عروج صدای سوم، به امید رشد بدیل سوسیالیستی سکولار آزادیخواه و برابری طلب در عراق و کل خاورمیانه بحران زده. من ازت بی نهایت تشکر میکنم که در این گفتگو با بینندگان عزیز تلویزیون برابری همراه بودید. خیلی ممنون از شما و همه بینندگان شما. Fields of green and laughter in